سلام دوستان و همراهان گرامی، در کنار هم هستیم با درس دهم از سطح بی سوای سوای. اولین کلمه کلمه در سوزات هست. در سوزات به معنی اضافه یا علاوه. در سوزات اضافه. منشمال هیف در سوزات بای در ادرس دست در پوست بوته دست اوبیکت لایشتا سوشتیلن کن. برخی اوقات اضافه‌ای بر آدرس کمک می‌کنه که پوچی بستر راحت‌تر تحویل بده. در سوزات اضافه. صفت یا اجکتیو اهلتلیش به معنی موجود و در دسترس است. اهلتلیش موجود در دسترس. ایست دیزس فخبوخ نوخ اهلتلیش؟ این کتاب درسی هنوز در دسترس هنوز موجوده. ایز دیزس فخبوخ نوخ اهلتلیش؟ این کتاب درسی هنوز موجود هست. پس صفت اهلتلیش به معنی در دسترس و یا موجود. صفت کنیفلیش. کنیفلیش یعنی دشوار، سخت، مشکل. کنیفلیش دشوار، سخت. Das ist eine knifflige Situation. این یک موقعیت دشواره، یک موقعیت سخته. Das ist eine knifflige Situation. این یک موقعیت دشواره. Knifflig دشوار، سخت. اسم der Vierbeiner دوستان به معنی چهارپا یا همون سگ هستش. Der Vierbeiner به معنی چهارپا. Seinem Vierbeiner ging es so schlecht, dass ihn zum Tierarzt brachte. حال سگ اونقدر بد بود که اون رو به دامپزشک بردش. نیاز به دامپزشک داشت. Seinem Vierbeiner ging es so schlecht. حال چارپای اون یا سگ اون بد بود. صفت اونزتسلیش دوستان به معنی جبران ناپذیر، غیر قابل جایگزین. اونزتسلیش جبران ناپذیر هست وقتی که یک چیزی. زیست این اونزتسلیش میتربایتقین. اون همکاری غیر قابل جایگزین داره. در واقع یعنی غیر قابل جایگزین هستش همکار اون. زیست این اونزتسلیش میتربایتقین. اینجا معنی غیر قابل جایگزین داره. حالا یه وقتای جبران ناپذیر هم هستش. مثلا این اون از اتلیشا شادن، یک خسارت جبران ناپذیر. این اون از اتلیشا شادن، یک خسارت جبران ناپذیر. اما صفت اونشلگبار دوستان، اونشلگبار به معنی شکست ناپذیر یا مغلوب نشدنیه. اونشلگبار شکست ناپذیر. ایست این اونشلگبار گیگنر، او یک رقیب شکست ناپذیر مغلوب نشدنیه. ایست این اونشلگبار گیگنر. پس اونشلگبار به معنی شکست ناپذیر. دی اینوستیسیون دوستان، دی اینوستیسیون به معنی سرمایه گذاری است. لایدا وار ماین لیتست اینوستیسیون این پلایت. متاسفانه سرمایه گذاری آخر من یک ورشکستگی بود. لایدا وار ماین لیتست اینوستیسیون این پلایت. متاسفانه سرمایه گذاری آخر من یک ورشکستگی بود. دی اینوستیسیون سرمایه گذاری. دست لوگو به معنی آرم هست. دست لوگو آرم. ایش ها به فور ماین فیما این نویز لوگو انتویکلت. من برای شرکتم یه آرم جدید طراحی کردم. ایش ها به فور ماین فیما این نویز لوگو انتویکلت. پس من برای شرکتم یه لوگوی جدید طراحی کردم. داس لوگو آرم لوگو. دی اومزتسونگ به معنی اجرا یا تحقیق. دی اومزتسونگ اجرا تحقیق. زی بهیندت دی وگزامه اومزتسونگ اونزغا گمایشافس پروگرامه. شما مانع تحقیق مؤثر برنامه های مشترکمون میشید. مانع تحقیق، مانع اجرا. دی بهیندت دی وگزامه اومزتسونگ. پس دی اومزتسونگ به معنی اجرا هست. فلوکند
به معنی وسوسه انگیز و یا اغوا کننده. فلوکند. فلوکند وسوسه انگیز. داس آیس زازه فلوکند فو داس کلاین کیند آوس. بستنی به نظر بچه کوچیک خیلی وسوسه انگیز می اومد. داس آیس زازه فلوکند für das kleine Kind aus. بستنی به نظر بچه کوچیک خیلی وسوسه انگیز می اومد. Verlockend. وسوسه انگیز. عبارت این بگریفن زاین به معنی لحاظ شده، منظور شده هستش. این بگریفن زاین. مثلا این اتفاز این بگریفن زاین در چیزی لحاظ شدن. مثلا das Frühstück ist این پرایس ده سیماس این بکریفه. صبحونه در قیمت اتاق منظور شده، لحاظ شده، نیاز به پرداخت اضافه نیست. داس فروشتوک ایست این پرایس ده سیماس این بکریفه. صبحانه در قیمت اتاق منظور شده. پس عبارت این بکریفن زاین به معنی منظور شدن و لحاظ شدن. دی انتویشون دوستان به معنی ناامیدی و یا دلسردی هست. دی انتویشون، ناامیدی، دلسردی. زین انتویشون ور ان زینم گزیش ساستخوک ابسولزن. ناامیدیش از حالت چهرش قابل خوندن بود. کاملا ناامیدی و دلسردی از چهرش مشخص بود. دی انتویشون، ناامیدی، دلسردی. Seine Enttäuschung war an seinem Gesichtsausdruck abzulesen. ناامیدی از حالت چهرهش قابل خوندن بود. Der Fachmann به معنی متخصص هست. Der Fachmann متخصص. Mein Bruder ist Computer Fachmann. برادر من یه متخصص کامپیوتره. Mein Bruder ist Computer Fachmann. برادر من یک متخصص کامپیوتره. در فخمن متخصص. و ما در گوچنگ به معنی حواله یا کوپن و بون هست. در گوچنگ. ایش ها به معنی گوچنگ نخ نیش انگلوست. من بون خودم رو حواله خودم رو هنوز مصرف نکردم. در واقع کوپنم رو هنوز نقد نکردم. ایش ها به معنی گوچنگ نخ نیش انگلوست. بله اینم از کلمات امروز. امیدوارم با مثال ها به خوبی اونها رو یاد گرفته باشید. مرسی از همراهیتون. تا قسمت دیگه، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.